روم که کنان از شهر شما میرم در خانون خود میرم می روزگار دستم سرم دیگر بزن تهرون تشریف میبریم؟ بله، ساعت چند میرسیم؟ تقریبا 2 بعد از 2. الان ساعت چنده؟ ساعت من 7 صبح. یه دوان چنده بس گرایی چونم نمیدی؟ تا لنگ زار میگیری میخوابی؟ بعد از مدت ها یه خوب داشتم میدیدم اون اسمه بمون امروز تا تو نگیرم بلکن نیستم این پیش من گروت پول بیار شلوار شلوارو کجا میبری؟ بابا با رستم و یه دست اصله این شوخی ها رو نکن شلوارو کجا میبری؟ شوخی شلواری نداشتی؟ خلاصه میترسم دار و نداریم که ندارم از دست بدم و هیچی دیگه اگه اینجوری ادامه پیدا کنه خودم هم باید بگیرو بذارم ضعیفه این چی کاری از پدر آموزیده شلوارا چی رو برداشتی آخی این طفلی به من قول داده از همین چند روزه کرایشو بیدد آخی من دیگه گوشم به این حرفا بده کار نیست تا کرایمو نگیرم شلوارشو بهش پس نمیدم این همه دندان رو جیگر گذاشتی این چند روزرم صبر کن مگه نمیدونی امروز تصدیقش میگیره هیکلت که چنگی به دل نمیزنه امان از اون زبون کرب و نرمه بگیر حتی چون میزنم کلت بره تو دماغ دماغت بره تو کلت های بیا حمد خان بابا لخ بسنه بابا چیه؟ بابا آسیدر رو این نمیدی نه بابا این مرد دوزنه دست خوش حمید خان بعد از یک عمر کاسبی و پول حلال خوردن حالا با این شلوار مردم در اختیار تو بذارم مرگ من خرابش نکن نه جون آقا جواد یه ساعت بر میجام آره جونتو میدونم به جون حسنی 300 تومن لباسه بپو شلوار مردم خراب نشه ها بابا بچه که نیستم آقا جواد بمیره همین روزا بابام برام پول میفرسته از اون گذشته مگه نمیدونی امروز تصدیق مهندسیمو میگیرم هر چی دلت بخواد پول بهت میدم سب کن خواه اگه بخوای به من دروغ بگی به جون یه دونه شاگردم هر جا ببینم شلوار از پا در میارم اون جواز خیلی تون بیری مگه چقدر طلب کنی؟ بگی با از خوش حسابی نوبری انقدر میدونم آیا یه شلوار مردم خراب نشه من یه عمره دارم شلوار میمیشم از کلاس اول بده کاری به سلامتی تا حالا 3 تا دفتر رو سیار کردی آقا پسر گل کاشتی ولی ازت میخوام خواهش کنم بسه تا آخرش خوندم تو بگو فه من میفهمم یعنی پول ماشین میخواد بفرمی جهنم یه توانم رو همش ما چرا نه بیا اینم پشت میذارم اینجا اما خوب خوشگل شدی یا آره هم جواد آقا جبران میشه ها تو جبران بهت میاد برو به سلامت ما چکرم اصلا اینه بهش میگن کاسبی خوب لباس بده پول ماشین هم بده دیگه چی میخواد؟ ببن داریم بابا دانشگاه یه تومن یه تومن دانشگاه یه تومن سلام عمو جون سلام حمید حاله چطوره؟ قربون تو امروز ماشاءالله سر حالی اوه از سر وضعت پیداست که پولمولی برات رسیده ها تا پولا ته نکشیده آره قربون آقا محمود به لباس شیکم نگاه کردی؟ نه جون تو التماس دام دارم نفهمیدیم مقصودت چیه؟ آقا میدونی این لباس ها رو هم از جواد آقا گرفتم چطور؟ مادم ازت خواهش کنم یه موتور به ام بدی تا سر وقت برسم دانشگاه و تصدیقم بگیرم چیکار کنم؟ روز آخرت باشه جهنم از روی میکشم والله ولی خب جبران میشه خدا حافظ
خداحافظ. کارت تو نمیری جبران میشه. خب دفع شلوارم خراب نشه، روغم پس میده. آره نمیدونم کجایی و صدا بازستون. آی گلاب زفرونم عزیز دل ستونم، نمیدونم کجایی و صدا بازستون. شما که طوری نشدید ها، تقصیر خودتون بود. اگه تو پیاده رو میرفتین این بر خیابون نمیمدید، با موتور من تصادف نمیگردین، پای من افورده میشه. چی؟ خجالت هم خوب چیزیه. چرا؟ من دسته قرطه نمیشم بقیه. آخه این چه وضع موتور سواری ها؟ آخه خانم جون من داشتم آهسته میمدم، شما سرتون این طرف اون طرف بود. اگه من بوق میزدم که در هر حال من خیلی متاسفم. هر چی شما بگید من حاضر. نمیخوام اون بازی کنی. باور کنی زمین بازی نمی کنی. قشقو. چرا؟ بعد درست حسابی هم که نداری. اتفاقا لابد یه دست لباس مخوش مرگ ما هم کرایه ایه. نخه 300 تومن پولشه. میدونی من این از جواد آقا گرفتم. بسیار خوب. اب ند خیلی معذرت میخوام. اینو بگیری، اینم بگیری. ده بگیری از دست خوده. حالا اجازه میدید بنده از خدمت شما مرخص بشم از اینجا برم؟ دهه را باز جده دراز چه نفرمایین، بفرمایین بریم. من میرم شما اول بفرمایین. دینا به؟ دینا ریخته شو. این که وضعی شوهر پیدا کردن نیستش که، قیافه رو خودش میره، خودش میره، ولش کنی. خوبه بابا چیزش نیست، ولش کنی. ده ولش کنی دیگه. ببخشید آقا، هر کاری داریم بریم پیش این لباس شوره. بفرمید اونجا. یخ کنید. برو ما تو خطش نیستیم. در دومو ببخشید آقا، توی خیابون پانسیون عموزاده خدا. عموزاده؟ بله. با خودش کار داریم؟ با خودش میشناسی؟ نه حتی که میشناسمش خانوم. اونجا اجازه میدیم برسونه رو؟ نه خیر، اجازه بی اجازه. اجازه مرد است نزن. بیچاره عمو صادق که گرفتار تو شده. برو برو بالا، نذار بری محضر. اون زمون که تورد میدادی گذشت. بلا این زنشور همیشه با هم دوام میکنن، نمیدونم خسته نمیشن. اکسای امون اگه این کافه مال خودش نباشه اقلا جاشو میدونم، میتونم ازشون بپرسم. ده و ده ده بیس دو بیس بیس شست و خفا فرمودین همیشه از این کافه کنید. گارسون گارسون بله آمدم. چیز از بابا سیلا داد میزنی هوا رو میکش. خب آیا چی برماش دارین؟ به به سلام ملیکه. سلام را فرمودید. این عکس شما؟ این؟ نه خیر عکس منه. پس میخواستی عکسی کی باشه؟ غذا چی داری؟ غذا؟ خیلی پلو سرخ کرده، خورشت خیار، دلمه هندوانه، مرغ پرپر شده، ترشی تره، نمکدون سرخ کرده به اضافه بس سیر شدم.
ترمز کن، نفهمیدم شما چی گفتین و من چی خوردم. خواهش میکنم که از اون غذاهای خوبتونه برای من بیاری. قربان صد تا مشتری بسی شما. واضح باش نشکنی. خوب شد آمدم وگر نه جایی نه تو آشخالا بود. مجددا سلام علیکم. بابا چرا داد میزنی؟ داد کشیدن حوار کشیدن ندارد که. عرض کردم خدمتتان که چهاردهت من چهار هزار شمه هیچی، چهاردهت من و چهار هزار چون شما هستین چهارشم ندین خون تو من بدین بری. بابا یه خود درزوتر حساب کن. چون شما مایکاری حساب کردم. بفرمی قرصان. بله آمدم جانم، چی خبره؟ به آخه کجایی؟ جانم نوشی جان بفرمایی. ما که خوردیم هم بی خاصیت بود هم بی بود هم بی مزه. با همه اینا حساب چی میشه؟ حساب هست که هم خدمتان که دو تا نمک تو خوردیم، حالا خیال بکنیم خوردیم دو تا غذا خوردیم، هفت منو دوزار شیچی هشت من. واه واه چه خبره؟ مگه سر گردنه نشستی؟ شما رو صندلی نشستی تا؟ لابد این نل بکرم یه پاس حساب کردی. بله دیگه. خب باشه، جای دوری نمیده که هستی. باشه نوازه امونه. این چه کلکی هست؟ امو ممو سرم نمیشد. از این حقه ها خیلی دیدم. یالا پولو بده و الا کیفت بم دارم به هم. راستی مگه نگفتیم اونا خود شما هستی؟ بیرا خودم هم خود مخلص هست که منتظر پوله. امو جون خدا مرگم بده. بکن ضعیفه. چه لاغر شدی اخ؟ من زن دارم، آبرو دارم. امو جون خواهی اون خواهی مال پول منو بگیر. نگاه کن امو جون، این عکس بچگی منه با خود شما. سر خدا نگاه کنی. به من جام بایده. بله بله نفهمیدم. زلیت شده باز چشم منو دور دیدی؟ خانوم کی باشن؟ نه جانم، فکر بد به کلت راه نده. نسلیم برادرزاده منه. های های زنم متسا زنم وجونم. با هم فامل شیم. ماش کنیدم دیگه. آخ زنم وجون چقدر خوشحال شدم. نسلیم جونم خیلی خوش آمدی. اینجا خونه خودته، منم خیلی دست تنها بودم. خدا اجاق هیچ کسی رو کور نکنه. نسرین راستی چرا بی خبر اومدی؟ میخواستی خبر بدی که برات اتاقتو مرتب کنم. شما هیچ زحمت نکشید، خودم مرتب میکنم. بیا زن جان بیا، کمیدان نسرینی بگیر باره کم کمک کن ببرش بالا، مشتری داریم ها. بفرمایید برید بالا. بید بریم بالا نسرین. ببرش بالا نه آدا سرما بخوره. ببر مواظبت جو. ماشالله چشم بد دور، هیچ چشم برادرم نرفته. اینم زن داداش هست. چه خبر است؟ چی سر؟ بایی نمیدونی چه نوار شده؟ بایی نمیدونی چه نوار شده؟ بایی نمیدونی گرفته با همدس شده. بابا چی خبر است؟ بچش نهار میده. زنده با ابو صادق، خدا کنه جوان خودت زنده با. بچه نشکنی آیان، بی زحمت چیزی بر ندارید. پسر یه سطل آب بده، میخواهم نطق کنم. خیلی خوب آیان و خانوما مکرمه، به مناسبت این پیروزی بزرگ که به جناب آقای مهندس حمید شده است. سب شد
پس واضوم به مرحله است به زودی طلب ما و همه اهل محل وصول می شود. این خود بهترین شیرینی اما چشم تا در می کنید اما خجالت خودش بابا سر بره سر بره بابا سر بره سر بره بابا یه چیزی معرفه میکنم دختر برادر من است نسرین جان این آقا محمود به زن بهادر محل است دیدمش اگبی منو معرفی کن این آقا ایشون هم خوب میشناسمشون دیگه اینه نمیشناسی این سرچده ها به خاطر مهندس حمید هست که تازگی دیپلومشو گرفته سوار ناشیرم میشناسن چی دختر ناغولایت عجب جانوری شده ببین چی نگاه میشوند دارد پسره رو میخوره ای داد بید هنوز نایمده است همه رو میشناسد وای به آخرت بازم که خودت از لحاف انداختی بیرون روته بپوشون باز این خیر ندیده بوی دختر جوون بدم آقاش خود ببین چه سر و صدایی رو انداخته در کوف در نسرین خانم اگه خوابت نمیبره یه قرص خواب بزنم که تا لنگ زور بخوابی زنم اون خجالتم نده میدونم زیاد خوابیدم خیلی خسته بودم اگه کسالتتون در رفته بلنشین به من کمک کنید خانم خانوما یک دو یک دو حالا سه مرتبه ناشی به جای ورزش برو رانندگی یاد بگی صد دفعه معذرت خواستم بازم معذرت هزار دفعه معذرت بخوای تلافی اون دلهوره ای که من کشیدم نمیشه خب مگه حالا چطور شده خانم میخواستی زیر اون موتور قرازت بمیرم پس چی که حالم خوبه احتیاجی هم مثل تو به ورزش ندارم آره. اما تو تفلکی انقدر بعد دلارات بشی تا هیکلت به صورت آدمیزاد در بیاد فهمیدی حالا ای ورزش کن ببین نگاه کن حالا قهر نکنید بزنم اون بگو صبونه منو بیاره دفتر خب سلام زنم اونجور سلام سهرخیزیون چی کار میکنی؟ برم صبونه مهندس حمید درست میکنم بدین من ببرم نه مرسی خودم میبرم بدین من آخه خانم کوچولو تو ببری مردم پشت سر چه حرفایی میزنن شما زحمت نکشید نه خیر من خودم میبرم وای این چه شکلی خودت درست کردی؟ چرا؟ دیگه کنار دریا نیست اینجا تهرونه ایفا چه تنگ بستی قلبت نمیگیره چروشون حالا خوب شد این لیوان آب و یادم رفت ای شیطون خسته نباشی همه کارات مثل رانندگیته آه شما این سلام میبینی کارا رو دارم رو برام میکنم بیا مرسی رفته بودم بازار اینا رو خریدم خوبه خوبه اما نه این طوره اصلا خوشت میاد من اصلا از این اسباب بازی ها خوشم نمیاد این چطور؟ سادگی از همه چیز در زندگی بهتره حتی در عشق مثلا کبوترها با هم عشق بازی میکنن بغبغو میکنن هم دیگر اینطور میبوسن دوست داشتن چیز خوبیه بله چیز خوبیه اما نه هر کاری وقتی داره من اول باید وضع شغلم درست بشه
بعدم با هم دیگه کنار میاد. چه حرفای زیادی. اصلا من ببین با کی صحبت میکنم. چی فکر میکنی ها؟ خیال میکنی منم از اونا؟ سلام عرض میکنم. سلام. ببخشید مثل اینکه مزاحم شدم. نه قربان. صندلی رو بکش جلو. بفرمایید. فرمایشی داشتی؟ متشکرم. بنده یک ساختمون میخوام. بفرمایید. دو طبقه باشه. بله بله. حمام و 6 تا هم اتاق داشته باشه. بله. با ارزون ترین قیمت براتون درست. و در زمین 300 متر هم فضا داشته باشه. بفرمایید زمین چند متر و کجاست؟ نه بابا این حرفا نیست. من فقط یک حیاتی میخوام که بله مثلا در حدود 700 تومان کرایش باشه. آقا جون مگه سواد نداری؟ مگه نمیدونی من مهندس ساختمون هستم؟ 15 ساله که زحمت کشیدم. دلال خونه که نیستم. برو بیرون. ببخشید فکر. برو بیرون. دلال خونه. برو بیرون. برو. دفتر آقای مهندسی. بله بله. بله فرمایشی بود. بده ببین. هنوزم قهری؟ البته که قهرم. سعی میکنم دیگه مزاحم نشم که تو همیشه مشغول کار باشی. مسخره میکنی؟ نه. آره. اصلا دلم میخواد اخوات از هم باز بشه. بهتر نیست؟ نسیم فردا تو رو میبینم. فردا؟ ممکنه. شایدم. معلوم نیست. ببین نسیم دلم میخواد همیشه با تو باشم، چون وقتی پیش تو هم احساس راحتی میکنم. هیچ قصه ای هم ندارم. فایدهش چیه؟ تو که منو دوست نداری. کی به تو گفت که دوستت ندارم؟ اصلا این چند روزه همش جلوی چشم من. ندیدی؟ نشونت میدم. وقتی آجرا رو هم بره، کیسه های سیمان مخلوط بشه، پرگار زندگیم به چرخه، اون وقت میبینی که حمیدم دل داره. اونم چه دلی. تو که همش فکر کاری یا نقشه ساختمون. خیال میکنی من فرشتم که احتیاجی به پول نداشته باشم؟ از اون روزی که این دفتر رو دایردم یه مشتری هم اینجا رجوع نکرد. عجله نکن، حالا صبحونت رو بخور، سرد میشه. تو چرا زحمت کشیدی؟ نمیدونم با چه زبونی تشکر کنم. با زبون زرگری. بخون ببینم اعلان دادی. نظر به اینکه شرکت زربخش برنده مناقصه 200 دستگاه خانه ارزان قیمت شده است، لذا به چند مهندس ساختمان با سابقه نیازمند است. برای کسب اطلاعات بیشتر به دفتر شرکت مراجعه شدم. مهمانی سنگین. رحت کمی پایتر. چیکار کنم تو فکر من دخالت نکن. پیدا کردم. چیزه؟ خوش کنیم لباس شیک میپوشیم مثل یه خانوم و آقا، خرام و خرامان میرین تو باقش با خودم. پیدا کردم. جان من اینجا ترونه دکنی. کارت میخواد علاج. خیرونم نمیشه. پیدا کردم امو صادقه. یه دعوت بلند بود. آقا چی نوشته؟ زربخش مقاطکار بزرگ دعوت میکنیم همینجا. یک کبابه میدیم بخوره، بعد بهش میم اینا را کفن کردیم، یک کاری به آقا حمید ما بدهد، اونم میگد خیلی خوب میدم. دعوا نداره. نه بابا زنبور. آره تو بمیری. آخه مرد حسابی، تو دعوت کردی اونم اومد. عمو جون خرج یه هفته آشپزخونه تو نهار یه روزونشه. آقا پسر یا قطع اون تو نشستی یا پایی. ببخشید آقا تو عقلت نمیرسه، این مثل تخت روون میمونه. تخت روون؟ ماشاءالله. با
باری کله که گل گفت. باری کله. پس باری کله که گل گفت. مشکی شون دوسته. بفرد. بفرد. انسان کارتم یادم رفته بیارم. ببین بدون کارتم اما یه چیزم اونجا داخل این نمیشه چه لوسی دیگه این طرف ها پیدا نشه ها خوده ببینم نه خیلی نمیشه اشتا خرابه پشم نمیذاره داخل چیز آقا جواد یارو رو چرا چوپکش میزنه حالو کارت نداشت ده؟ تو اینجا بمان ما الان میریم نقشه میریزیم و تو رو هم میذاریم رو طول ما میبریم آن من میترسم بریم آن به مقوی به من بریم یواش بابا کمرم داره قلنج میشه یواش چه جرام نده چه سنگینه یالا جوکاشی آهای فلان که سلام نده آهای فلان که درست آهای فلان که کرد کلا تا باید به جوره تو دو ساعت فکر مونی که جوری بیان که تازه راش پیدا کردی جوکاشی یه خود زودتر بچه ها مثل که اوضاع رو براست پس بریم تو سرگوش آب بدیم آن بریم اما مواظب باشین خیتی بالا نیرین من که جد آباد کارسنه از منم خیالت راحت باشه رول هم خوب بریم بیان بچه ها بیان بریم بریم من تلو برم بریم ببینیم حالا دون نه بریم حالا چی هست؟ دور من بسه نمو بالا غیرتا اگه من کجا مری؟ بریم سوار شدیم برداریم بیاریم بینجی بینم بسه تا اینجاش که بد نبود پذیرایی کاملی بسیار بله بله واقعا خیلی عالی بود ببینم کسی رو خبر کردی برای سرگرمی ما بیا؟ بله قربان گفتم ولی به قول اطمینان ندارم سلام نریک مرمت بجون میمینم بجون میمینم آقا سلام نریک بیشتر من قبل خواهیش میکنم بذار کجا بودی؟ چرا قبولش دادی ناخه ایش؟ نجو سبب شو سبب ببا بیا سوار شو آلی شو بیا بشی نتا برو بری بگیر سفتم برو من دفعه بری خفرمون این دیگه چه کلکیه بابا تازه که مستقی فقط چی نه تازه که نه یا تو ببینم اینجا چی کار میکنی؟ مگه نمیدی که اینجا مهمون هست؟ یالا اینو بگی برو پذیرایی کن بودو جوگوری بگوری بینجا بشین اینجا ما بریم پذیرایی میکنیم بشین هیچ ناراحت نشو هر چی میل داری الان خودم برات میارم همه الان شفافه مرسی چه با سلیقه ده بیمعرفت
مرسی. آره 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 آره. کارسون کارسون بیا بیا با شما. بیا با شما. من بیام خدمتتون؟ آره من ممکنه. چیزای تازه تازه. این دیگه کیه؟ لابد تو دعوتش کردی. باور کن اولین دفعه است که میبینمش. مطمئن باشید آقای زربخش در این مورد راست میگن. خیلی خوب بفرمایید ببینید چی کارتون دارم. مواظب باش خواب آقا رو ندزده. حواسم جمعه. چه فرمایشی بود؟ اول پاپی رو بفرمایید. چه بی نمک؟ چه منی داره گارسون پلوی مهمون بشینه؟ چی؟ من؟ گارسون؟ نخه پیش خدمت. خواهش میکنم درست حرف بزنید. بهتره با تربیت باشی. ای بابا چه زن؟ گندش در اومد. با همه این حرفا جناب آقای زربخش با اجازتون از خدمتتون مرخص میشیم. خواهش میکنم. بفرمایید هر طور بین شما. اونا بالاخره فرمودی چی میزنی؟ اصلا هیچی. من از دست شما شکایت میکنم. اینجا به من توهین شده. تقصیر منه که مادم خودم سبک کردم. اختیار دارید. باستادی تماشا میکنی؟ برو ببین اوضاع چه قراره. پس من برم؟ نه جونم من با شما کار دارم. اشخاصی مثل من هیپ بگن اینجور جاها. سب کنید ببینم مثل اینکه اینجا اشتباه شده. نکنه شما هرچیز باشید. هرچی میخواین حساب کنید. بیه پس خانم آرتیستن. خب بفرمایید هنر نمایی کنید خانم. بچه اوضاع خیلی خرابه. چی؟ باید در ناراحت نشو جونی. هر چی لباس بخواید من بهتون میدم. آقای زربخش خانم رو به مدعوین معرفی کنید تا هنرنمایی کنن ما یک کمی بخندین. خانم ها آقایون عزیز هنرمند گرامی خانم نسرین خانم نسترم رو به شما معرفی می کنم. چی کار کنم آخه؟ ای من نمیدونم چیز هست؟ سرم چه بگو خاک برده تو چیز هست؟ Thank you.
بهشتی مرحبا، شاد گل نازم مرحبا، وفا تو به نازم مرحبا، بهش نشستی می وفا، دلم رو شکستی مرحبا. برگشته ای از من چون دور زمونه، دیگر خدا حافظ ای عشق افسانه، عاشق شدم مجنون گشتم آه آه آه، از عشق تا دل خون گشتم آه آه آه، ای گل بهشتی مرحبا، عاشق تو کشتی مرحبا، با خون دل من نامه قهر تو نوشتی مرحبا، شاخ گل نازم مرحبا، وفا تو به نازم مرحبا، بجل نشستی بی وفا، خوشکستی مرحبا، ای گل بهشتی مرحبا، عاشق تو کشتی مرحبا، با خون دل من هنر شما شد. آخه شما خودتون رو خیلی گرفته بودید. خیلی خیلی. یعنی میخواین بگین خیلی زرنگم؟ بگین برام کمی آب بیارن، اینجا خیلی گرمه. آب چرا؟ الان زنگ میزنم بهترین شامپانی رو بیارن. چه دکار با؟ فرمایشی بود؟ چی بگم خدمتتون؟ هنوز زنگ نزده شما اینجایی؟ مگه شما ها جنی بودی قربان ولی در خدمت حاضری؟ گمشین خیلی با گوش کنید بله قربان. احمق های پر رو نگاش میکن، در زدنم یادشون رفته. برید یه بوی شامپای مردارید بیارید. گوش کنید، شراب و یه نفر از اون برداره بیاره، در بزنه اجازه بگیره. بری نازنین من، سلام. به به، بفرمایید آقای مهندس حمید. بفرمایید. شما خود مهندس حمید هستی؟ بله من هست. واقعا خود مهندس حمید هستی؟ فکر نمی کنم احتیاجی به دروغ داشته باشه. معذرت میخوام. پس شما من دنبالش بگشتم.
سیگار؟ نه. ممکنه بفرمایید با من چی کار داشتید؟ یک گلاس لیکر وسط روز بد نیست. نه مرسی، اهل مشروب نیستم. ها؟ پس من خودم میخورم. به سلامتی نوش جان. من خیال دارم یک شغل مناسبی در شرکت خودم به شما واگذار کنم. چطور شد که منو به این کار انتخاب کردید؟ راستش اینه که یکی دو نفر از کارکنان ما به کار وارد نیستن و دلسوزی هم ندارن و علاوه بر اون از من به کلی سلب اطمینان شده. زیاد هم ریخت و پاش. بله باید جلوشو میگه. پس دستور میدم الان اتاق شما رو نشون بدم. راستی حقوق شما چقدره؟ خواهش میکنم اجازه بدید اول نظر شما رو تأمین کنم تا بعد. خب حالا شما نظر منو تأمین میکنید یا نه؟ من بارها با آقای زربخش و شما گفتم که زیر بار حرف نور نمیدم. آقای مدیر زوری در کار نیست، شما باید با نظر من توی اداره کار کنید. من کار کنم؟ بله آقا، تمام حساب ها همونطور که من صورت دادم درسته، حق هیچ اظهار نظر. خیر آقا، همه اینا غلط. مصالح ساختمانی همه حیف و میل شده. این توهینه، اینجا کسی دوست نیست. دیگه از این حرفا گذشته. بهت بگم از امروز من دقیقاً کارا رو رسیدگی میکنم. اگه کسی میخواد درست کار نکنه بهتره که استعفا بده. درست؟ بله درست. استعفا بدم؟ ذکی نداره، کارا باید درست بشه آقا. بهت نشون میدم هر غلطی که دلت میخواد برو بکن. برات گرون تموم میشه. بسه. بفرمایید بیرون. بگو بیان تو، خودم نشونتون میدم. فرمودی به به هنرمند عزیز، به چه خوب آمدی، صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما که. پس اتاق حمید کجاست؟ من اومدم که میدونی چی میخوام بگم؟ نخه شوخی نکنی. آخه من میدونم خانم زرنگی هست، حتما به خاطر حمید ناراحت. اما اگه علی ساربونه میدونه شطور کجا خاقشو نشونه. سرش خیلی شلو زیاد. سلام. خیلی مرد. آقای مهندس حمید مواظب سلامتی خودتون باش. بله میدونم، برای سلامتیم خیلی مهمه، ولی مجبورم. از بس دفاتر شلوغه، کیف و میل زیاد شده. کارانی ببخشید خانم، شما بفرمایید. بوده سر ساختمان حتما لازم. بله خواهش. ماشین شرکتم بردن تعمیر، اگر میل داشتید میتونید از ماشین من استفاده کنید. بسیار. راستی بمونید تا تموم. مرمت زیاد سعید یادت اومد؟ بله همه چی تموم شد. نه ساعت هنگ دختره بیره خونهش خفم کرد. سب کن آفا بیدم یه جلو تر جلو بازم جلو تر جلو جلو خیلی جالبی. آره قشنگ.
نسرین جون تو برو اون بالا ساخشو کن، من میرم یه سرکشی میکنم برمیگرم. خیلی خوب، زود برگرد. اینجا بفرم. نه اینجا راحت ترم. چمن مشروب میخوری؟ بیش کمی سر حالیه. تا حالا که نخوردم. الان بهترین مشروب، کیف مخصوص داره. آخه میترسم تلخ باشی. اتفاقا درست مثل شربت اما خوشمزه تر. بفرمایید. خواهش. سلامتی. به سلامتی شما. چی راست میگه؟ چی گفتی؟ نفهمیدم من. بشی ماما تو آهنگ تو بزن. چرا آهنگ ترکیه میکنی؟ خیلی خوب میدونم من. چیزی گفتم عزیزم. خوبه. خواهش میکنم خوب نیست. میبینین که میخوام مشروب بخوره. اصلا یادم نبود. سلامتی. خیلی خوش آمد. ممکنه که دیگه به من بار کن. امشب بهترین و خوشترین ساعت زندگی منه. من یه چیزی حس میکنم. تو حس نمیکنی؟ حال خوبه. راز
اساسی تو خوشگلی ها مامانی راحت باشین دهن تو بوی مرشو میده خدایا عشق مامانی خوشگله چرا جازو عوض میکنی شیزو بیمزه گوشمو ول کن درو این که طرز اشمازی نیست تو اینجایی دونی خیلی عذیتم میکنی چرا قایه موشک بازی در آوردی؟ دیگه طاقت ندارم از دم آقا همین خان اومده بگم بیان تو بشو بیشوره بشو بیشور صد دفعه گفتم نیستم بیشور پاک کنو شا کردی از پیشنوی انداختی چه باشتی؟ بشو بوره کافه جوزی بیام اونجا چشم آقا اطاعت اینکه از مشروب خوشتون نیومده ولی قطعا از جواهراتون خوشحال بشید که جواهرات با اجازه آقای مهندس امیر خواستم بفرمایید تمنده بکنم بفرمایید خیلی خوش آمدید چه حلال زاده هستید خواهش میکنم بفرمایید چه عجب اینجاها خواهش میکنم بچه ها آقای مهندس حمید رو به همه تو معرفی میکنه البته ایش رو میشناسیم بله خدمتشون ارادت دارم از همه تو مچکر آقای گاسون بیا ببینم بله آقای مهندس شما حتما یکی دو کتاب کنیاش با ما میزنیم نه خیلی مچکرم برای من یه لیوان شیر یه فنجون قهوه کافی آقای مهندس حمید آدم باید یکی دو گیلاس بزنه و سرش گرم بشه جوش زیادی هم نزنه یه بود کنیاک بیا بسید اطاعت بفرمید الان میام الان میام اینجا جلوتر بفرمید اینجا متشکرم آقا مرسی البته ایشونو که میشنسید این آقای مهندس که تعریفشونو میکردی ایشون هستن ماشالله سرشون خیلی تو حسابه اما آقای عزیزم مثل این که حساب از دستش در رفت ماشالله خوب بلدین خودتونه به کوچه یلی چپ بزنین اینطور نیست؟ بله اختیار دارین خانم فکر میکنم حق با ایشونه همکار عزیزم بالاخره تو هم دلت میخواد ترقی کنه اگه آدم میخواد خیلی زود به پول برسه باید بعضی چیزا رو زیر سیبیل در کنه آقای رئیس خواهی شما هیچ سردر نمیاد همینقدر بهتون بگم زندگی من همیشه شرافتمندانه بوده با هست همدینی؟ خیلی ناراحت شدی؟ بفرمایید بچه ها بخورید به سلامتی آقای شرافتمند ساکت باشید همه تون دوست هستی من با مدرکی که در دست دارم مچه همه تونو باز میکنم کنسرد باش مچه منو نمیخواد بگیر برو مچه زنتو بگیر که الان خونه یه زربخشه بله بیشتر بهتون میدم بردار بهتون گفتم که همین شوهر من چطور؟ با شوهر منه؟ نه منظورم اینه که ما ازدواج نکردیم همدیگر رو دوست داریم این کارو کردم که کار من پس منو دست انداختی؟ خجالتم خوب چیزیه بابا تا که میخوری؟ دارم میخورن من موزیک عوض کن عوض کنم من چی بدارم؟ رد و بم خواست مسئله تو از شما خواهش میکنم بذاری دام به خدا دروغ نمیگم باور کنید دخترم ناراحت نشو تو امروز مسیر زندگی منو عوض کرد قسم میخورم مثل پدری از تو نگهداری کنم منو ببخش عزیزم بی شرفا خیانتکار خوب منو دست انداختی نوشی خوب آنت دستم کردی آقا همین بگیم شما از اولش بودیم نه بابا در بزنی
سلام. زودتر بریم. بریم. مثل این که امشب زمین لرزه شده. دیوازمت کرده بارو بلا آقای زربخ کجا هستین؟ آقای زربخ، آقای زربخ نگاه باهره رو نمیگم. آقای زربخش ببین افتاده تو زمین. نگاهش کن. عجب کاری دست همشون دادم. آخه به من میگن میخکوب نه برگ. ببخشید قربان، ببخشید قربان، پیشرفت حادثه شد قربان، سر حال اومد قربان، حتما قربان، از دست شما معلومه قربان. ای باید برکیم اینا سرمایه یک دختر اگه نداشته باشه به چه در بخوره؟ بده به من ندیه جای تو اینجا نیست. تو چطور روز میشه تو چیش عمود نگاه کنی؟ رو که نیست دنگ پاس هر چی بهش گفتم دختر خودمو بگیر لچ کنده. بی خود عصبانی نشین، ما خودمون اونجا بودیم، بذاریم جریان رو بگیم. این دختر عجب گروهی تاتی عمو صادق جون، اینا رو کفن کردی اشتباه میکنی، خیلی هم اشتباه میکنی. لازم نیست ماسماری بکنی، من رو دارم، آب رو دارم، میخوام توی محله زندگانه بکنم. آخه دختر تو اینقدر به این دختر بیگناه تهمت زدی؟ یا بدون خدا شما آره عصبانی هستی، اما من وجدانم قبول نمی کنه یه دختری که واقعا بیگناه های بگذرم تنها بره. منم باش میرم. خیلی خب برو، یه همی کنه کرتن کلوم در کانادا پرتوالی. اینم بچه معلم دوز از آب درمون، همه جواهرات زربخش برداشته فرار کرده، به خیالش که زربخش کشته، نمیدونه زربخش سر و مر و گنده است. نه بابا اشرف آبروم رفت. برو ولی ببین به من جا گذاشت.
کجایی تو؟ دارن در به در دنبالت میگردن. بریم بریم معطل کن، هنگامه ای شده. ببین روزنامه ها چی؟ برو برو بریم آقا. برو چهارای شاه. کلکی حتما زیر کاسه یه نیم کاسه است. والا من بعد از جریان دیشب دیگه مغزم کار نمی کنه. شما واقعا منو متهم به سرقت میکنید، اونم به خاطر یه دختر بلحوث و بی‌عاطفه. به غیر از شما کسی اونجا نبود. چطور نبود؟ تمام اطرافیان شما دزد و کلاه بردارن. بفرمایید این یه قلم 70,000 تومان دزد. این کاغذ تکلیف جواهرات من، چون پیش خودم از گرفتن جواهرات حتی یک دونه امتناع کرد. چطور مگه؟ گوش کن، آدم هر قدر بلحوث و خودپرست باشه ممکنه یک واقعی کوچک زندگیشو عوض کنه. اصراری ندارم که حرف منو باور کنی، اما به اون خدایی که تازگیش نسلین دختر پاک مرسی کاملاً به شما وفادار. اگه ظاهراً روی خوش به من نشون داد به خاطر تو بود. قسم میخورم هرگز موفق نشدم حتی یک گوشه. فقط به تو علاقه داره. با اون کاری که اونجا کرده بود برای من خیلی تعجبه. چیزی که به چشم خودم دیدم برعکسش رو باور. آرام آرام باش، به تو قول شرف میدم من به نسلین مدیونم، چون دنیای دیگری رو که شرافتمندی و علاقه باطنی باشه به من نشوند. خیلی ناراحت شدم که به نسلین مشکوک شدم. بنشین بنشین. چی به تو گفت که نسلین منزل من بود؟ میخکوب. چون مدارک دزدیشو دادم به دستش. حق باز نمک به هر اون. حالا فهمیدم چه نقشه‌ای کشیده برات. تلفن رو خواهش میکنم هم بگیم. از شما خیلی متشکرم. باید پیداش کنم.
این کار هاست؟ اوه دست بود تو اینجا چی کار میکنی؟ بازم به خاطر تو میدونم منو ببخش امروز به پاکی تو پی بردم زودش این اومنم کجا برم؟ کجا برم؟ بازی کما؟ بسیار خوب همین که گفتم هیچ وقت نداریم زود لباس عوض کن بریم آخه جونی یه صحنه دیگه مونده میترسم کار دستمون بدن زود باش بریم یالا این لباس چیه دستمه؟ لباس عربی هم کو آها این آها زربت حمیدو دیده بابا زودتر بریم من یه ساعت دیگه کار دارم پولم نکن اشتباه میکنم این زیبه پشت منه ببن اگه دیر شد اشاره کن زود خودمون بهت میرسونم بری باید کاری بکنه که به قطار زودتر برسی بیاییم بیرون بیاییم آقا من خود تو زودتر برسون به بچه ها خیلی خوب من میرم شما بیاییم نسرین جون تو هم آخرین کمک رو بکن تو برو کارتو بکن من برم اونا رو بیارم برو قربان هدیه حاضره بگو بیاورن باید کنیدی باشد چون در کامت می‌ریزم می‌نکویم شادم زیستی این دو زیستی خوش
درمستم چون در کامت میریزم میلت کنیم که دزیستیم دو روز دیگه خوش خوش دیگر تیزر در آوشه مستیم وقت نیست میفهمیم آخه بقیه کارم تموم نشده بودو زودتر لباس عوض کن بیا بریم خیلی خوب محمود آقا، محمود آقا هر جه بری تو مشتمی اختی شد اونها، کسی دو بخش بیادش بیا بیا برو بودو بودو مرد اومده برو ده تو هم بهت میدم روشو بکن پنج دقیقه ما رو برسون راهنا بله آهنا بله تو مشتری مثل شما داشته ما میذارم برات خوب و یارانش را گرفت و تحویل مقام Bye.